زندان‌های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی می شود. ولی آیا با تمام این اعمالی که صورت می گیرد، تمام این خفقان می توان جلوی اندیشه را گرفت؟ از این دادگاه که آقایان ژورنالیست های خارجی حضور دارن، اعلام میکنم که علیه این پرونده و علیه رأی صادره از دادگاه عادی به تمام مراجع و کمیته های حقوقی و قضایی جهان اعلام جرم میکنم. من برای جانم چانه نمیزنم، چرا که فرزند خلقی مبارز و دلاور هستم. با سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون رایگانگر و با تشکر از اینکه ساعتی از اوقاتتون رو با ما میگذرونید امروز اول اسفند ماه 97 برابر با 20 فوریه 2019 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه‌ای که آغاز خواهد شد با گفتگوی با محمدرضا شالگونی و در ادامه هم رفیق عزیزم ارژنگ بامشاد برنامه رویدادهای سیاسی هفته رو تقدیم حضورتون خواهد کرد. اجازه بدید سلام و خوش آمد بگیم به محمدرضا شالگونی. زنده باشید نخیر داریوش عزیز، سلام عرض میکنم به شما و به بینندگان عزیز تلویزیون راهکار. شالگونی، در هفته که گذشت تحولات و وقایع مختلفی رو شاهد بودیم، از جمله کنفرانس ورشو رو داشتیم و به دنبال اون کنفرانس نشست امنیتی مونیخ رو، تنش‌های میان ایران و پاکستان رو شاهد بودیم و سفر بن سلمان به پاکستان، که همه اینها رو فکر کردیم که در مجموعی با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. اجازه بدید از کنفرانس ورشو شروع بکنیم که تلاش زیادی شده بود از جانب دولت ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان برای اینکه این کنفرانس رو به نشستی علیه جمهوری اسلامی تبدیل بکنن، اما به نظر میاد که شرکا و نزدیکان آمریکا روی خوشی نشون ندادن به این قضیه. آیا میشه از این به عنوان یک فرصتی برای جمهوری اسلامی نام برد با توجه به اینکه بعداً در نشست مونیخ اروپایی ها تاکید کردن بر اینکه خواهان ادامه برجام هستن و موندن در اون، آیا این رو یک فرصت دیگه میشه تلقی کرد و در این صورت آیا جمهوری اسلامی توانایی این که از این فرصت استفاده بکنه رو داره یا بار دیگه مثل خود ماجرای دوره اوباما شاهد سوزاندن فرصت دیگه است؟ از اولش رو بذارید از اینجا شروع کنم که همین نکته ای رو که سوال اصلی یعنی کلید سوال اینه دیگه که آیا جمهوری اسلامی توان استفاده از این وضعیت رو داره یا نه؟ به نظر من آره فرصتی، ولی آیا جمهوری اسلامی توان این رو داره یا نداره؟ همچی متاسفانه و حتی توهمی اینها رو ور میداره که گویا میتونن از این فرصت استفاده بکنن و کارهای خیلی به اصلاح کارستان انجام بدن. این اصلا یک چیزیه که جمهوری اسلامی مثلا از جنگ تمام نشده، یادتون باشه که ماجرای سلمان رشدی رو مطرح کرد، سلمان رشدی تمام نشده نفتم چی کرد، همیشه اینطوریه. این اصلا بدون بحران نمیتونن زندگی بکنن و حتی همین یه مقدار از کنترل خودشون هم خارجه. یه کارهایی اگه بخوام بکنن مثلا حتی رهبر بکنه، مخصوصا حالا در زمان خمینی حالا یه مرکزیتی واقعا وجود داشت و یه کاری بکنن از اون طرف میزنن به هم به اصطلاح چی میکنن کردن و فلان. فکر میکنن یه حالگیری ابراز به اصطلاح جرأت، نمیدونم ابراز قدرت، با هم که اصلا داغون کننده است. این اوله. ولی ببینیم
کنفرانس ورشو، اول کنفرانس ورشو چون چیزی بود توی آمریکا که دیر روش سر پایگذاری کرده بود ترامپ چه بود و فلان، واقعیت اینه که شکست خوردید. علتش هم اینه که بحران بزرگی در کار هست. کنفرانس ورشو رو قبل از هر چیز بایستی یک وسیله‌ای برای نمدمالی در وهله اول نمدمالی اتحادیه اروپا از طرف دولت ترامپ تلقی کرد. توجه داشته باشید که بحران در اروپا هست، بحران در اتحادیه اروپا، یعنی فکرش رو باید، برگزیت مسئله هست، داغ این کشورهای اروپای شرقی از قدرتگیری مجدد روسیه نگران هستند. بعد در ایتالیا مثلا وضعیت خیلی قمر در عقبه، میبینید که این سالوینی و فلان اصلا در واقع موجودات عجیب و غریبی هست، یعنی خیلی نزدیک به ترامپ فلانه. این مثلا عملا هم نخست وزیر واقعی بزناچیست همین سالوینی دیگه، اصلا رهبر لیگا نورد و این هاست، اینا وزیر کشوری ما اصلا فاشیست هم اینا. در واقع توجه اگه داشته باشیم در شرایط این بحران، اینا خواستن که از اروپایی ها حالگیری بکنه. حتی بعضی از مفسرها فلان من دیدم که گفتن اصلا ایران بهانه بود که در واقع اروپا را به خط بکنن، و به این خاطر بود که مثلا پنس معاون ترامپ اومد اونجا، یکی از اون مسیحی های بزلا ارتجاعی دیگه که مثل آخوندهای ماست هستن، که اومد اونجا سخنرانی که کرد در واقع یادآوری کرد که اروپا مثلا تأکید کرد اروپا بایستی از اون قطعنامه مثلا شورای امنیت درباره توافق با ایران بیرون بیاید. یعنی اون خیلی چیز عجیبیه، یعنی که رسما اصلا قوانین رو بذاریم زیر پا و فلان، یعنی بین الملل و فلان معنا نداره، حتی شورای امنیت رو. بعدم گفت که یه چیز خیلی جالبی رو گفت، اروپا بایستی رهبری آمریکا رو به اصطلاح قبول بکنه، پیش ببره، بپذیره، تم بده بید. حتی بگید که یعنی در مقابل چیزی نگفت. و جالبه که از شکاف ها استفاده کرده. یادتون باشه در دوره جنگ ایران و عراق وزیر خارجه، وزیر دفاع معروف دولت بوش میگفت که در واقع اروپای جدید در باره اروپای در مقابل اروپای قدیم دیه. اینا هم از این استفاده کردن که از این به اصطلاح لهستان رو چی بکنن. و جالب این بود که بحران طوری بود، این که نشد اروپایی ها بودی که فرانسه و آلمان که اصلا وزرای خارجشون رو نفرستادن، تازه اون مسئول به اصطلاح سیاست خارجی کل اروپا که فدریکا موگرینی هستش اصلا اون نایمد. بعد انگلیس وزیر خارجش اومد ولی بلا فاصله بعد از بحث یمن خارج شد رفت. بعد ایتالیا منتها وزیر خارجش تا آخر موند، جالبه ایتالیا موند. ولی توجه داشته باشید که خود لهستان که میزبان بود مخالفت کرد در قطعنامه نهایی که از طرف هیئت به اسلام میزبان و اینها چیز شدن، حتی مسئله ایران ذکر نشد. این خیلی چیز عجیبی بود یعنی به نظر من. بعد از طرف دیگه اتفاقی افتاد، اونه باید از این بود که اونجا رو به اصطلاح نتانیاهو تبدیل کرد به جولانگاهی برای به اصطلاح چیزهای دعوا مقدمات انتخاباتی که در واقع خودش بحرانیه، گندکاری هایی داره، حتی ممکنه بعدا محاکمه بشه فلان، پلیس اسرائیل اصلا گرفته یقش و فلان. اونجا رو تبدیل کرد، چه کار کرد؟ یک چیزی گذاشت با به اصطلاح جلسه خصوصی گذاشتن با بحرین و امارات و عربستان نماینده های اینها، و جالب اینه که اینو پخش کرد و بعدا برداشتن و فلان. ولی این اصلا اشتباه بود یا بعیدش اشتباه، اصلا یعنی که زیر پای اینها رو خالی کردن. اونقدر این قضیه افتضاح بود که حتی مثلا ترکی بن فیصل در کنفرانس مونیخ که باش بی بی سی فارسی مصاحبه کرد و اینها، گفت به نظر من مسئله اصلی خاورمیانه، مشکل خاورمیانه ایران، رابطه با ایران نیست، مسئله همون فلسطینه. خیلی میده که این آدم به اصطلاح چیزی نیست. ترکی بن فیصل یکی از باسابقه ترین آدم های به اصطلاح خاندان سعودیه و دولت سعودیه، اصلا در واقع اسامه بن لادن رو این فرستاد به افغانستان، همین آقای ترکی بن فیصل. گفت مسئله اینه، چرا؟ نه که من رابطه نداشتم با اسرائیل و فلان، خیلی روشنه برای اونا که چی میخوام بکنم.
ولی اینجا اینقدر از کیسه ما رو خرج نکنید برای ترامپ، برای نتانیاهو. در واقع ترامپ اومد در واقع پایتخت رو برد به بیت المقدس، بعد نتانیاهو فلان کرد، بعد از اون طرف ترامپ میخواد که از به اصطلاح انتخابات آینده در خطر وضعیتش، حتی ممکنه مهاجمش بکنند و اینها، از اون طرف اومده در واقع برای اینکه چیکونه دیوار میکشه از مسئله ایران رو. و این مسئله ای که حالا هستش عبارت از اینه که اصلا بردن در واقع پای تخت به بیت المقدس یه مسئله شده، یا مثلا چون میخواد که در انتخابات آینده مسئله بشه از افغانستان و سوریه و اینها رو ول میکنه میره، و این باعث میشه که تمام اون بافتهایی که آمریکایی ها استراتژیست های آمریکایی در خاورمیانه داشتن در واقع پنبه بشه. توجه داشته باشید که این باعث میشه که دوباره نتانیاهو که میبینه اینجا ممکنه به ضررش باشه، شروع کرده به بمباران سوریه و فلان، در حالی که اینا پذیرفتن در عمل دوفاکتو که رژیم اسد باید بمونه. دقت بکنید، یعنی بحران همه جانبه. بعد در خلیج توجه داشته باشید که شورای همکاری خلیج آشکارا شکاف برداشته. چطور شکاف برداشته؟ یعنی که مثلا سه دولت شدن دیگه. کویت میبینید که عملا با روسیه روابط ویژه‌ای به وجود آورده تازه. بعد عمان گفته که حتی تحت شرایطی اگر بخوان که بیش از حد برنن، عمان اصلا در شورای همکاری خلیج حاضر نیست باشه و اینا. عمان نه اینکه طرفدار ایران باشه. قطر اصلا در چیز نماینده نفرسته. خیلی مهمه این مسئله. در مقابل این یک کنفرانس دیگری برپا شد در سوچی، و بعد هم اون نشون دهنده اون بحران به اصطلاح ژئوپلیتیکیه که در واقع آمریکا باش گرفتاره. یعنی نه تنها ناتو شکاف بزرگی درش به وجود اومده، بلکه در مقابل آمریکا، رهبری آمریکا یه چیز واقعا بی سابقه اتفاق افتاده. اشاره کردید به همین مسئله روسیه و نقش فزاینده‌ای که در منطقه و در سطح جهانی بازی میکنه. هفته گذشته حدودا کنفرانسی هم در روسیه برگزار شد که حدود 12 اگه اشتباه نکنم سازمان فلسطینی در اون شرکت داشتن. مصطفی برغوتی مسئول بنیانگذار جریان ابتکار ملی در فلسطین، یکی از جریانات منتقد دولت عباس هست، در مصاحبه مطرح کرد که در گفتگوش با بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اونجا تاکید کرده روسیه که به نظر ما هم مسئله اصلی مسئله فلسطین هست، ولی این مسئله رو باید از طریق ایجاد یک دولت ملی فلسطینی که بهشون قدرت بده، اقتدار بده در برخورد با دولت اسرائیل حل کرد. به نظر میاد که روسیه خیلی نقش آگاهانه و زیرکانه و فعالی بازی میکنه با توجه به پیروزی اخیری که در سوریه هم داشتن که دیگه تمام کردن همه مسئله داعش رو، و همین عقب نشینی های ترامپ و غیر وزاله. منطور اینها هم که گفتید نگرانی های رو ایجاد کرده در داخل خود دستگاه حاکمیت آمریکا، دستگاه امنیتیش اگر بگیم، که تناقضاتی رو ایجاد کرده با توجه به نزدیکی انتخابات در آمریکا و اینکه یک ارتشی از مخالفین ترامپ اعلام آمادگی کردن برای انتخاب شرکت در انتخابات، که هر کدومشون به تنهایی از چپ راست تا راست میتونن او رو شکست بدن با توجه به افتضاحی که ترامپ به وجود اومده. الان هم مسئله باز تعطیلی دولت هست که همین دور قبل 800 هزار نفر از کارگران دولتی رو بدون حقوق گذاشتن دو ماه اونی رو، و به شدت موقعیتش در خطر. اشاره که کردید به اسرائیل و غیر وزالک هم همینطور هست. منو یاد صحبتی مینداخت که لیوپانیچ در آستانه پیروزی ترامپ مطرح کرد، اون این که اگرچه او تفاوت‌هایی داره با تفاوت‌هایی که قابل در حال رضایت انگیزه در رابطه با این پراگماتیسمی که داره،
اما با توجه به نارسیسیزمش و اینکه بسیار آدم غیر قابل پیشبینی از رفتارش، ممکنه بحران‌های داخلی او رو وادار بکنه به اینکه حرکت‌های خیلی عجیب و غریب و خطرناکی انجام بده. چقدر این مسئله‌ای که خود ظریف هم روش تاکید کرد، خطر جنگ و حمله نظامی مطرح است، با توجه به اینکه به هر حال همه اینها بحران‌های داخلی شدیدی دارن و ممکن است برای اینکه بخوان این بحران‌ها رو تحت شعاع قرار بدن از طریق ایجاد یک درگیری نظامی حداقل محدود با ایران حل بکنه این رو. به نظر من چنین چیزی امکان نداره. یعنی امکان نداره بیدی که پیش بینی در سیاست اشتباهه. اینجا آدم مثلا یه در علم غیب نداریم که ما. ولی واقعیت اینه که در این شرایط در آمریکا چنین چیزی اتفاق نمیتونه بیفته. چرا؟ یعنی این یعنی که ترامپ باخته. جنگ دیگری شروع بشه، یعنی دیدی که یعنی مثلا جمهوری اسلامی رو یه جا مثلا با موشک یه جای بمباران بکنی و فلان، مثلا شما میایید به خاطر یک چیزهای بچگانه مسئله توجه داشته باشید که در ایران جمهوری اسلامی در واقع یک نشه، نمیشه اون نش رو هم به آسانی از میان برداشت، ولی مردم ایران مطرحن. از یه طرف میخوان که مردم ایران رو هم داشته باشن با خودشون، یه کشور استراتژیک ایران، یعنی شاید یکی از استراتژیک در این مناطق دنیاست اصلا. بنابراین که یه جمعیت 80 و چند میلیونی رو شما بر علیه خودتون برانگیزونید و فلان و اینها، تمام استراتژیست‌های آمریکا یا نه، این عاقلانه نیست این کار رو شما میکنید. این اصلا چیز اشتباه بزرگیه. حتی نمیدونم توجه کردید که مثلا لیبنی، اون وزیر خارجه قبلی بود خانم لیبنی و اینها، که از راست و فلان بود، از آدمهای شارون و اینها بود و اینها، اخیراً چیز کرد دیگه، اصلا گفت از کنار میره از سیاست و فلان و شدید علیه گفت مبارزه خواهم کرد علیه نتانیاهو و این شارلاتان بازی های اون مثلا. یعنی واقعیت نیست، بحران های عمیقی در کار هستش. مثلا در خود نتانیاهو رفت همونطوری در با اون همون ذهنیت، بینید که حالا جولان به اصطلاح این ناسیونالیسته های راست و شبه فاشیست تمام دنیا مشهوده. خود ترامپ هستن یه چنین چیزی، حالا فاشیست بگید یا شبه فاشیست بگید یا راست افراطی بگید، یه بولسنارو مثلا در مثلا برزیل، توجه داشته باشید دیگه ضد یهود بودن مشخصه بسیار راست افراطی نیست. چرا؟ خود اسرائیل، مخصوصا اسرائیل نتانیاهو راست افراطیه. توجه داشته باشید اوربان و این رهبری لهستان با دیدید که بلا فاصله اصلا دعوان، در حالی که لهستان به اصطلاح جرم چیز کرده، قانونا گفته جرم، اگه کسی بگی که ما در ماجرای هولوکاست لهستانی ها نقش داشتن. چرا؟ اصلا اون ناسیونالیزمه. بنابراین چه هستش؟ مثلا بولسنارو اولین سفرش رو میکنه به اسرائیل و اینا. مسئله فلسطین حالا این که اومد یه فول وحشتناکی کرد به هزینه عرب ها، اینها رو بین 300 میلیون عرب سر کرد سکه یه پول. این ماجرا به نظر من برای عربستان سعودی از قتل قاشقچی به اصطلاح پرهزینه تر خواهد بود، که یه دفعه رفتن باز نتانیاهو نشستند و اینها، اونم چیزه فیلمش رو گذاشته، و در حالیه که مثلا اینها اصلا میگه که اصلا دولت یهود فلان، اما همه چیز رو زیر سوال برده دیگه. مثلا یهود دقت بگوید. از اون طرف مثلا توجه داشته باشید که وضعیتی که مثلا در بین امارات و حتی عربستان اتفاق میفته، نگاه کنید خیلی وحشتناکه. یعنی به نظر من جنگی در میانه نیست اگر این کار رو بکنه، نه که آمریکا نمیتونه این کار رو بکنه، دیوانه ها میتونن بکنن، ولی در آمریکا اینطوری نیست که رئیس جمهور هر کاری بتونه بکنه. به نظر من این چنین چیزهایی نشد. حالا بزرگترین شکاف در بلوک غرب وجود داره، این باعث میشه که منتها آسید علی خامنه شیر بشه، و این شیری که حتی روبا هم دیگه نیست و احمقانه حرفهایی میزنه، کارهایی میکنه، حتی به اروپایی ها حمله میکنه. دقت کنید که اروپایی ها باید فلان بارد، هنوز چه هنوزه این مسئله
به اصطلاح پول قوانین مربوط به پولشویی و فلان رو بررسی نکردن. در کاج اروپا تو آدم میفرستی که بمب بذارند و فلان رو میده که اینها باعث میشه که وضعیت، چون به نظر من ارزیابی جمهوری اسلامی اشتباه نیست که آمریکا در این وضعیت کاری نمیتونه بکنه، چون روسیه و فلان رو منتها روسیه به هزینه ایران خرج میکنه. توجه داشته باشید که حالا اردوغان خیلی موقعیتش محکمتر از سید علی خامنه ای، منتها میخواست که اونجا در نوار مرزی جنوبی به اصطلاح تاخت و تاز کنه دیگه. پوتین گفت حق نداری دیگه، خیلی روشن دیگه. حالا هم از ترس آمریکا نیست، حالا عضو ناتو ترکیه، ولی چی هستش؟ ولی فکرشو بکنید، روسیه گفت نه دیگه. حالا کرده ها مجبور، کرده های سوریه روژاوا حالا مجبور هستن، یعنی مجبورن بیچاره چه کار بکنن؟ آخرسن دارن میبینن قربانی، آمریکا قربانی میکنه، به ما مربوط نیست. و اگر هم با سوریه و روسیه نزدیک، ایران نزدیک بشید و فلان، ایران که نزدیک نمیشن کردا، مثلا روسیه و فلان اینها از اینها بکنید و اینا، ما دیگه شما به شما کمک نخواهیم. بابا مگه میشه اینطوری هستن؟ اونا فروختی اونها را، استفاده کردی، هر کاری که کردی میخواستی که بکنی کردی و بدون اونها نمیتونستی چی بکنی. دیدید که همه ارزیابیشون نجات، داعش شکست نخورد آخه. منطقه مهم نیست برای ترامپ. مثلا اینه که انتخابات آینده چی میشه؟ انتخابات آینده از اول همین امسال شروع شده در ماه. اما چه خودتون نمیشه. بنابراین به نظر من بحران خیلی تو در تویی هست که در این شرایط سید علی خامنه ای حتی برای مردم ایران چندان مثلا اعتقادی ندارن به مردم. بالاخره به خود موجودیت خودتون شیر شده. در اون لحظه که فلانه یه دفعه یه سلمان هیچی نباشه، یه سلمان رشدی دیگری باید درست کرده فلان، واقعا فاجعه باره. رغم اینکه فرصت تصویب لایحه پولشویی رو تمدید کردن اروپایی ها عثمان، منطقه مسئله دیگه که میخواستم اشاره بکنم قضیه تنشی هست که اخیرا بین ایران و پاکستان به وجود اومد، یعنی و سفر بن سلمان به پاکستان و خرجی که معمولا، یعنی روشی که عربستان داره با ریختن پول به اصطلاح برای خودش متحد میخره، این قضیه چقدر جدی است؟ یعنی اگر مسئله خطر جنگ و درگیری مستقیم نظامی رو منتفی بدونیم، این اشکال دخالت‌های نظامی، تحریک جریانات تروریستی و اینا چقدر چیز است؟ و این به طور کلی چه مقداری اون ائتلاف منفی طرفین رو تشدید میکنه؟ چه جمهوری اسلامی از یه طرف و امثال عربستان و اسرائیل از یه طرف، این که از این فضای درگیری ها در حال برای بقای سیاست های خودشون استفاده میکنن. واقعیت اینه که این ائتلاف منفی وجود داره. اینا مثلا اون پولشویی رو اصلا دیدید یه در بحثای مدرس علنا میگن ما اصلا نظارت فلان بهمان اگه کسی فلان بود. بابا اطلاعات اصلی شما رو اصلا انتقال میدن به خارج و نتانیاهو میاد اینطوری میکنه، آمریکا میاد اونطوری میکنه فلان. بعدن مثلا که محیط زیستی ها رو گرفتن که اینا جاسوسی میکنن بطلن. میدونن هم اینها جاسوسی نمیکنن، نمیتونن اصلا جاسوسی، چه چیزی داره؟ مثلا اونجا دوربین گذاشته که درختار رو فلان رو مثلا حیوانات رو ببینند و فلان. اصلا اون اطلاعات نیست. داره ایران هر وجبش مثلا جا مناطق استراتژی این رابطه فعلا نیست. ماهواره‌ای که خواستن پرتاب بکنن به هر دوش سقوط کرد رو گفته بود که آمریکایی‌ها خرابکاری کردن، یعنی اگه تا این حد میتونن نفوذ بکنن که جلوی پرتاب ماهواره شما رو بگیرن، دیگه فاتحت خونده است. هم ببینید یه چیزیست، روابط بین الملل خیلی چیز مهمیه که متوجه داشت. برخلاف سیاست در داخل کشورها، در سطح بین المللی قانونیت چیز خیلی خیلی رقیقیه. این یکی از اولین چیزهایی که در حقوق بین الملل به آدم ها یاد میدن در روابط اینه، قانونیت وجود نداره، قدرته. آمریکا آره زده مثلا چیزاتون ماهواره هایی رو که میخواستید بفرستن، هرچه زور داشته باشه این کار رو میکنه.
مثلا روسیه متحد شما حالا هستش دیگه، چه کار میکنه؟ همین الان در سهم ایران رو در دریای خزر خوردن دیگه هستن چه هستش. حالا اصلا معلوم نیست، اصلا قرار بود 3 ماه دیگه بیارن در مجلس بحث کنه، هیچ اصلا صحبتی میبینید نیست دیگه. همه چیز اصلا برباد رفته است. ما در واقع میگن که اون اصفهان محاصره شده بود که مثلا شورش افغان ها مخصوصا از اونجا شروع شد و اینها. بعدن شاه سلطان حسین یه کلمه اصفهان نوشته بود خطاطی دیگه، بعدن به اونایی که تحصیل کننده های بله قربان فلان گفته ببین چه نونی نوشتم، نون اصفهان رو. حالا این نونش رو خیلی در واقع بزرگ میبینه دیگه. اصلا واقعا آدم هایی هستن که نشه جمهوری اسلامی نشه، به ایرانی ها فکر نمی کنن. بایستی مردم ایران فداکاری کنند و فلان و بهمان. دیدید که روحانی چه کار میکنه؟ ما حالا جنگ فلانه، ما این جنگ سختتر از فلانه. بعدم چه کار میکنید؟ هیچی. در مردم ایران رو قربانی میکنید شما. اصلا هیچه. ترامپ همینطوریه، نتانیاهو همینطوریه. خیلی قشنگ در این شرایط ائتلاف های میتونه صورت بگیره، حتی برای نفع جمهوری اسلامی است. من چه دشمن جمهوری اسلامی هستم، مسئله من مردم ایرانه که آیا ایران مثلا میدونی که یک گرسنگی مثلا هیچی پیدا نمیشه، مثلا بچه ها چه کار بکنن، پیران چه کار بکنن، فقیرهایی که بخش بزرگی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن اینا چه کار بکنن؟ کسی به اینا فکر نمیکنه. مردان خدا همیشه در ملأ اعلی سیم مثلا خطرناکترین موجودات دنیا مردان خدا هستن. در مورد پاکستان گفتید، خود پاکستان این عمران خان که اومده این یه مقدار آدم متعادل تریه تا بزلات آدم های دیگرشون. منطقه توجه باید داشته باشیم در پاکستان اون چیزی که در ترکیه قبل از اردوان و اینا بود، ارتش تعیین کننده بود، اون به اصلاح چیز اطلاعات ارتش و فلان، مثلا اون بخش اطلاعاتش همه چیزها رو اونا میگیرن. دیدید که آدم فرستادن در عملیات انتحاری کردن در هند. بابا در هند هم یه جانور دیگری که اون هم اصلا شبه پاکسته. شما میخواید یه بار دیگه در بین ایران و پاکستان بعیده به اصطلاح جنگی اتفاق بیفته. هر قدم که عربستان نمیدونم محمد بن سلمان و اولاق به اصطلاح پول بریزه فلان و اینها، واقعیت اینه که پاکستان خودش یک چیزی نزدیک به یمن واقعا سالهای طولانی نابود شده اصلا. اینها کردن دیگه. یه چیزی دارن، یه دکتری نظامی پاکستان وجود داره که هنوز هم عوض نشده. دشمن اصلی هنده. چرا؟ چون خیلی اشتراک داره. چه مسئله کشمیر فلان. حالا تو محکم به اصلاح بند تنبانت پاره نشه، محکم بگیرین و رفته اونجا عملیات انتحاری میکنه. و عملیات انتحاری که میکنه جیش محمد درست میکنه، اینجا جیش نمیدونم فلان طیبه درست میکنه، نمیدونم فلان درست میکنه اینا. بابا اینا خطرناکن. اینا پشت همه اینها نسبت اون چیز سیستم اطلاعاتی نظامی پاکستان هستش. ولی کشور داغون شده ایه. در دوره بی‌نظیر بطور همین کار رو کردن دیگه. یادتون باشه علارم تو نخست وزیر و فلان و اینا هر کاری که می‌خواستن کردن دو اینا. و جالبه که خیلی از اینها رو پروژه‌های کشورهای خلیج رو همین امارات و فلان و طالبان رو مگه اینا درست نکردن؟ همین پروژه رو عین خود طالبان. حالا غربیا رو با غالی باکن پاکت مگه طالبان رو. طالبان توجه داشته باشید که حالا همه اونها رفتن پشت سر اون نماینده طالبان در مسکو نماز خوندن. غنی بیچاره مونده که اصلا عجب، پس ما اصلا چه کاره هستیم؟ آمریکا اصلا فروخته به اینا نمیگه که من فروختم شما را. دقت بکنید. در این چند دقیقه که باقی مونده فکر کنم 4-5 دقیقه فرصت داریم برگردیم روی همون جنبش مطالباتی و چند هفته اخیر شاهد یه افتی بودیم در این جنبش و در کنار اون آنچه که بیشترین حجم خبری رو در رسانه ها گرفته مسئله مثلا دیدار این یا اون با فلان مقام آمریکایی است یا مسائلی از این قبیل. فکر بکنید که اینو چطور میشه تعبیر کرد؟ آیا ائتلاف منفی وجود داره بین بخشی از اپوزیسیون سرنگونی طلب و برانداز جمهوری اسلامی که مشکل دارن با
اقتدار جنبش مستقل توده‌ای و خود جمهوری اسلامی در این رابطه برای اینکه سر و صدای این قضیه رو بخوابونن. و از اون گذشته آیا این سکوتی که در سکوت که نمیشه گفت، ولی به هر حال افتی که نسبت به اون دوره‌ای که اسماعیل بخشی و خانم قلیان مطرح کرده و مسئله به هر حال یک اوج خیلی عجیبی بود در مبارزات توده ایران، آیا این افت رو چطور میشه توضیح داد؟ ببینید، اولین مسئله کمی نکته اصلی رو بذارید از همینجا شروع کنم که افتی به نظر من اصلا شما فکر کنید که مبارزه مخصوصا برای پایین طبقه کارگر چپ فلان یک خط مستقیم میداریم که اصلا یه دفعه مثل موشک اوج میگیره میره بالا، این رو باید از کله بیرون کرد. اولا که در هر جنبش انقلابی براندازی خط مستقیم وجود نداره، این که برسه به پایین اصلا وجود نداره، افتخیز به شدت به ازلاسی خواهد بود. یعنی یکی از قانونمندی های اصلا قدرت گرفتن پایین هستش. به نظر من ما بایستی از این فرصت ها استفاده بکنیم و آرایشمون رو به اصلاح آرام، من که نمیشم مال ما، نه منظورم من که با چیز ضمیر ما میگم به خاطری میگم که یعنی خودم رو جزو اونها میدونم، یعنی وگرنه اونها باید تصمیم بگیرن، معلمای ما، کارگران ما، اسماعیل بخشی ها، سپیده قلیان ها، اینها به نظر من حرکت درخشانیه که شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد. منتها افت و خیز شدید، این که فکر بکنید که یه دفعه برمیدازیم فلان میکنیم، ما احتیاج داریم که سنگربندی ها، جنگ های موضعی، حالا مثلا چیدیه برای پایین، اگر این کار رو نکنن، حتی اگر این رو براندازن بازم چیزی به ما عاید نمیشه. توجه داشته باشید. یه نکته دیگر هم باید توجه داشته باشید که طبقه کارگر، این حرفیه که آنتونیو گرامشی داره، از نظر سازمانیابی طبقه ضعیفیه. این ممکنه برای خیلی از چپ ها خیلی توهین آور به نظر برسه، ولی چرا؟ اینو در مقایسه کنید با بورژوازی. بورژوازی ما همه چیز به اصطلاح در خدمتش قرار میگیره، هم در سطح جهانی هم در سطح داخلی فلان، به سرعت میتونن خودشون رو جمع و جور کنن، کارگران نمیتونن، توهیدستا نمیتونن. بنابراین ما بایستی تلاش کنیم این ضعف خودمون رو در جنگ، اولین چیزی که تو ضعف خودت رو بدونی کجاست. ما از نظر سازمانیابی طبقه ضعیفی هستیم، بنابراین باید تلاش کنیم که خودمون رو قوی بکنیم، سنگربندی کنیم، بی خود سینه سپر نکنیم که مثلا بپر حمله کن تهاجم شروع شده فلان، نه بایستی. به نظر من تا اینجا خیلی درخشان اومده، خیلی عالیه. این هم که اون بالایی ها چه کار میکنن، اونها گیر کردن، توجه بکنید. تا اینجا پایین خیلی ما چیزهای اونها را سوزونده. مردم ایران اولا ناسیونالیسم ایرانی پررنگه، ناسیونالیسم در معنای منفیش نمیگم، ایرانی ها کشوری هستن که ما از لحاظ مثلا مرزبندی با اسلام سیاسی یا حکومت اسلامی یا هر چیزی که میخواهید بگید، فکر میکنم لااقل 20 سال از بقیه کشورهای خاورمیانه، حتی از ترکیه جلوتر است. ما که میگم یعنی مردم ایران، زنهای ایران رو دقت کنید، چون ما زهر خوردیم، پاد زهرش رو درست کردیم. اسلام سیاسی در ایران مرده، بر نمیگرده، دقت بکنید. و اونها سعی میکنن ما رو در مقابل اسلام سیاسی و مردم قرار بدن. معلومه که اون مرده. مثلا اینه که حالا چطوری از دست اسلام سیاسی نجات پیدا میکنیم و چه میسازیم به جاش مهمه. اونها یه دفعه میبینن پایین خیلی قدرت داره، خودش رو جمع و جور میکنه، نگرانن و طبیعیه که نگران باشن. همین مثلا سلطنت طلبا، دیدید مثلا رسوایی که منتها فکر نکنید اونا آدم های عاقلی هستن، به شدت سفیه هستن. مثلا انصافا حرف هایی رو که این جولیانی در ورشو زد، رفت در مثلا، یا مثلا این لشگرکشیه چیز، حتی روزنامه فاینانشال تایمز که ارگان مالی اروپاست دیگه، در واقع توجه داشته باشید، دیدید چه مسخره کردیم ما در صفحه اولش این عکس جولیانی رو بدن، بابا اینا دیوانه. در همین اشپیگل شماره آخر مجله آلمانی یک مقاله خیلی طویلی نوشتن درباره این به اصطلاح فرقه رجوی، اصلا فرقه هم گفته چون این کالت کاست به اصطلاح کالت خیلی خطرناکیه فلانیه بهمانیه،
چیزهایی گفته در مورد در آلبانی که بکر برای من و شما تازگی نداره، ولی برای اینکه در یه مجله به اصطلاح چیز آلمانی منتشر میشه، بعدن هم اخبارش رو هم تماما از مجاهدین سابق دید، همینطور سلطنت طلبات رو بری دخیل ببندی به اینکه مثلا تلویزیون های دیگه چه رضا پهلوی گفت که اینها نمیدونم در چنبره جا حتی اونها رو مثلا به اختیار ما بدید و فلان، فکرشو بکنید اینها شما نمیتونید اینطوری دستکاری کنید. یا مثلا من دیدم که مصاحبه میکردن در بی بی سی فارسی یه آقایی که از اون به اصطلاح چیزهای دفاع از بنیاد دفاع از دموکراسی هست که میدونید که یکی از اون چیزهای هولناک واقعا اومد، بعد اینها با ترکی بن فیصل که مصاحبه کرده بودن بعدن گفت که چرا به ترکی بن فیصل شما شاهزاده میگید، به شاهزاده رضا پهلوی شاهزاده نمیگید، آقای رضا پهلوی میگید و فلان. یکی شما بابا این تبلیغات از طرفی رضا پهلوی میخواد به که من مسئله تأکیدی ندارم سلطنت باشه فلان هرچه، یه دهی مثلا افتادن جلو بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اگه اینطوری از دموکراسی ها دفاع بکنن واویلاست هستن. یعنی بعضی وقتا اصلا میگن اون که پریرو تاب مستوری ندارد، اینطوری اصلا یه دفعه تمام ظاهر قضیه رو هم میزنن کنار، یه کارهایی میکنن که هیچ آدم به اصطلاح ناشی در همین سطح جنبش کارگری که بیچه باچه ماجه هیچ آدم این کارا نمیکنه. فلان چون گلوله بالای سرشونه، دوست تو شقیقهشونه، اشتباه بکنن رفتن در فرنگستان نشستن برای من دارن انقلابیگری میکنن دیگه. با سلام گرم به شنوندگان، به بینندگان تلویزیون راه کارگر، در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته به مسئله دادگاه و برگزاری دادگاه فعالان محیط زیست میپردازم. همونطور که در جریان هستید، در این هفته دستگیر شدگان محیط زیست، بخشی از دستگیر شدگان محیط زیست یعنی مراد طاهباز، سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوپایه که قبلا بازداشت شده بودن دارن محاکمه میشن. خب اتهامی که به اونا زدن به شکلی هستش که برای 4 نفرشون فساد فی‌الارض در نظر گرفته دادستان، برای 3 نفر جاسوسی و برای 1 نفر تجمع و تبانی علیه امنیت کشور. خب قبل از اینم دیدیم که یکی از همراهان اینا که دستگیر شده بود، کابوس سید امامی، در زندان کشته شد، به نام اسمش گذاشتن خودکشی. خب این تنها خبری نیست که در عرصه محیط زیست ما باش روبرو هستیم. ما در ماه‌های اخیر و در چند سال اخیر مرتب شاهد دستگیری فعالان محیط زیست هستیم، به خصوص در خوزستان، در کردستان، حتی در مازندران. بسیاری از فعالان روزنامه نگار فعال در عرصه محیط زیست یا محیط زیست نویس های روزنامه های داخل هم یا دستگیر شدن یا بهشون تذکر داده شده یا به شکلی باشون مقابله شده. یعنی مبارزه با فعالان محیط زیست یک مبارزه سازمان یافته است. اما سوال کلیدی این هستش که این مبارزه برای علیه فعالان محیط زیست چرا تا این حد جدی هست و چرا پرونده محیط زیست ها را امنیتی کردن و به شکل امنیتی به اون برخورد میکنن. این اون سوال کلیدی هست که در رابطه با ایران و در رابطه جامعه ما، در رابطه با کشور ما میشه بهش پرداخت و مطرح کرد. چرا اینقدر دستگاه های امنیتی رژیم یا نهادهای قدرتمند رژیم یا مثلا امنیت اطلاعات سپاه یا سپاه پاسداران، خود سپاه پاسداران و نیروهای نظامی تا این حد روی این قضیه حساس هستن و تا این حد جدی این قضیه رو دنبال میکنن؟ واقعی از چنسش که اینجا ما با دو تا مقوله روبرو هستیم، با دو تا بحث روبرو هستیم. یه بحث این هستش که به نظر میرسه یا صحبتهایی که نوشته شده اینجا و اونجا در مناطقی که حفاظت شده هست، مناطق محیط زیستی که حفاظت شده و زیر نظر ثبت شده است و زیر نظر سازمان ملل هست و باید مرتب به سازمان ملل گزارش داده بشه در رابطه با حیات وحش، در رابطه با گیاهانی که اونجا هستن، در رابطه با وضعیت اون محیطی که اونجا هستن،
به نظر میرسه که سپاه یا ارتش سامانه هایی درست کردن، سامانه های موشکی درست کردن که این تعارض داره به طور آشکار با اون قراردادهایی که جمهوری اسلامی بسته با سازمان ملل. و اینجا بین فعالان محیط زیست و کسانی که در این ارتباط مسئول گزارش بودن، مسئول کنترل بودن و نهادهای امنیتی درگیری بوده و اختلاف نظر بوده، به کار به اینجا کشیده شده که عملا سپاه و ارتش حرفشون پیش رفته و این فعالان رو دستگیر کردن به عنوان اینکه اخلال ایجاد میکنن در امنیت ملی در کاری که سپاه میکنه. خب یه بحث دیگه مطرح بود که اینا رو متهم به جاسوسی کردن، گفتن از بخش های دوربین گذاشتن، تشعشعات رادیواکتیو رو بررسی کردن و اینا به کشورهای دیگه دادن. جالب هستش که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تو تمام این مراحل بر اینکه این فعالیت فعالان محیط زیست امنیتی نیست و اشتباهی صورت نگرفته و جاسوسی نکردن تاکید داره. حتی برخی از نمایندگان مجلس این نظر رو دارن، حتی وزیر رئیس سازمان محیط زیست نظر داره، ولی خطی را که اطلاعات سپاه به سپاه پیش میبره و قوه قضاییه که بازوی اجرایی سپاه هست داره پیش میبره، یک خط دیگه هست. این به نظرم یک بخشی است که به حوزه امنیت برمیگرده، یعنی حوزه است که دعواهای در این رابطه وجود داره. احتمالاً سامانه های موشکی جایی گذاشتن که نباید میگذاشتن و مسائلی از این قبیل که اینها را موی دماغ خودشون میدونن فعالان محیط زیست را بدارن سرکوب میکنن. همونطور که ما در رابطه با آتش زدن جنگل های کردستان تمام این 3-14 اخیر شاهد این آتش زدن جنگل ها هستیم که پوشش حفاظی را که برای پیشمرگاه ایجاد میشه از بین ببرن و بعد به عنوان این که تصادفی بوده پیش میبرن، در حالی که مشخص این آتش زدن جنگل ها عمدی از طرف قرارگاه های سپاه. و وقتی که فعالان محیط زیست اعتراض میکنن یا میرن این قضیه رو مطرح میکنن، دستگیرشون میکنن به عنوان اینکه شما دارین اخلال ایجاد میکنین در امنیت ملی به بهانه های مختلف. این وضعیتی است که پس پارامتری است که بین محیط زیستی ها و نهادهای امنیتی درگیری است. اما نکته دیگه ای که به نظر نکته اساسی تر این هستش که بین محیط زیست، حفظ محیط زیست و این گسترش لجام گسیخته سرمایه‌داری و توسعه تکنوکراتیک گسترده‌ای که در طرف مسئولان جمهوری اسلامی به پیش برده میشه از زمان رفسنجانی بعد از جنگ آغاز شد، ما تقابل می‌بینیم بین حفظ محیط زیست و این تعرض و تعرض همه جانبه سرمایه به محیط زیست. در کشوری که مثل ما الان اگر تظاهرات و اعتراضات مردم رو در از 96 به این ور بررسی کنیم، می‌بینیم بخش زیادی از این اعتراضات به عرصه آب برمیگرده، چه در خوزستان، چه در اصفهان و چه شهرهای دیگه‌ای که ما شاهد هستیم در هرمزگان، یا مسئله ریزگردها خب پیوند خیلی نزدیکی داره به مسئله محیط زیست، یا مسئله اعتراض به تغییر کاربری که در جنگل ها صورت میگیره. حتی در تهران ما شاهدی هستیم که مثلا این مسئله برج باغ ها یک حادثه بود که داشت چهره تهران رو عوض میکرد. به نظر میرسه که شهرداری جدید یا تیم جدید شهرداری به شورای شهر دارن جلوی قضیه رو میگیرن به شکلی که تمام شهر رو از فضای سبز خالی میکنن و به جاش برج میسازن. تو این رابطه اون سیاستی که در دوران قالیباف به شکلی سازماندهی شد و به شکل گسترده پیش رفت. این مسئله ما در زمینه جنگل های شمال هم میبینیم، یعنی میبینیم که تو مناطقی یا تو لرستان دیدین تو مناطقی که مناطق حفاظت شده هست یک مرتبه میخوان مراکز تفریحی درست کنن، یعنی یک نوع سوداوری که یک عده پشتش هستن بودجه میذارن از دولت بودجه میگیرن میان به عنوانی که ما مراکز تفریحی میخوایم درست کنیم، درست در جاهای مناطق حفاظت شده ای که باعث از گیاهانش، از حیواناتش، از پرندگان و شرندگانش حفاظت بشه. این مقابله میشه باشه. اون توسعه‌ای که در اینجا هست، یعنی توسعه لجام گسیخته یک سرمایه‌داری نوکسه در ایران که یک نوع به شکل غارتگرانه‌ای داره انباشت انجام میده، ما میبینیم تو همه عرصه‌ها محیط زیست ایران رو داره به نابودی میکشه. ما فقط به یک سلسله آمارها اگر نگاه کنیم متوجه میشیم که چقدر با بدون برنامه‌ریزی شده، بدون بررسی کارشناسی کارهای انجام دادن، اقداماتی انجام دادن که عملا وضعیت محیط زیست ایران را به وضعیت خطرناکی کشوندن.
یکی از اصلی ترین خطرها این استش که ایران را با یک مسئله کمبود آب روبرو کردن و برداشت ها از آبهای زیرزمینی اونقدر گسترده هست که ممکنه حتی رئیس سازمان محیط زیست اعلام خطر کرده که تا 5 سال 10 سال دیگه ممکنه ما به نقطه بدون بازگشت برسیم. این سیاستی که در رابطه با آب پیش بردن، یکی از سیاستاشون این بود که در مورد سدسازی خب یکی از افتخارات دولت هاشمی رفسنجانی است که مسئله توسعه را با مسئله سدسازی مطرح کرد تحت عنوان که مهار آبهای زیرزمینی، مهار آبهای سرگردان به مثال مختلف، و این مسئله سدسازی را عملا قرارهای خاتم الانبیا به عهده گرفته، یعنی سپاه به عهده گرفته و هر جای تونسته سد ساخته. در این سد میدونیم که توازن و اکوسیستمی در ایران را به شدت به هم ریخته. شما یک سدی مثل سد گتوند را میبینید که عملا نابود کرده اون قسمت از خوزستان را تو رابطه یا هرمزگان را. ایران قبل از انقلاب چیزی در حدود 26 تا سد داشت، ولی الان 647 تا سد بعد از انقلاب ساخته شده بعد از در دوره جمهوری اسلامی. به این نشون دهنده این هستش که تا چه حد این سدسازی ها گسترده بوده و تا چه حد این سدسازی ها باعث شده که سیستمی را که باید در کشور رعایت میشد از بین ببرن. اینها در زمان ما در شاهد در همه این دوره شاهد چاهای عمیق و نیمه عمیق در سراسر ایران هستیم. بسیاری از این چاهایی است که مجوز نداره، بدون اجازه هست، و در دوره احمدی نژاد این چاهای حفر چاهای عمیق و نیمه عمیق بدون مجوز اونقدر گسترده است که الان نمیتونن جلوشو بگیرن. تنها در تهران این سدها و این چاهایی که زدن عملا باعث شده که اون سیستم قناتهای ایران که 3000 سال بیش از 3000 سال آب کشور رو تامین میکرد، آبش دهات رو تامین میکرد و حفظ میکرد این ذخایر آبی ایران را نابود کنن، تنها در تهران در دهه 60 400 قنات را اینا خشک کرد بستنش. یعنی قنات هایی که زحمت کشیده شده بود، قنات هم میبینی که برای کندن قنات چه انرژی، چه نیروی، چقدر سن و سال آدمایی که در این زیر زمین با کلنگ اینا رو کندن و صرف شده تو تمام این سالها به این قنات ها رو ساختن. یک مرتبه 400 تا شد در تهران فقط بستن. حالا حساب کنید که قنات هایی که در خراسان هست، قنات هایی که در استان یزد هست، اصفهان هست، در استان مثلا بلوچستان هست، همه اینا رو نابود کردن، به جاش چاه زدن یا اومدن سد ساختن و از این طریق مسئله اون سیستمی را که سالها، یعنی هزاران سال، چند هزار سال مردم تامین کرده بودن، برای تامین آبشون ایجاد کرده بودن، نابود کردن با سدسازی هاشون، با چاهای عمیق و نیمه عمیق. و به این شکل چرا اینجا یک عده از طریق اون مافیای آب که هست، از طریق این سدسازی ها، از طریق جابجایی آب، یک بودجه های کلانی به جیب میزنن، پول های کلانی به جیب میزنن. تنها قرارگاه خاتم الانبیا در استان زاگرس اجازه 20 تا طرح انتقال آب گرفته. خب این چیزی است که باعث اعتراض مردم خوزستان شده. این فریادی که کارون جان خوزستان هست، اصلا اگه کارون نابود میشه خوزستان نابود میشه، به خاطر همینه اون اعتراضاتی که هست. و اون فعالان محیط زیستی که میان تو این عرصه ها کار میکنن به توضیح میدن که آقا این کارها رو نکنید، همه اینها را به عنوان کسایی که دارن بر علیه امنیت فعالیت میکنن دستگیر میکنن، زیر شکنجه میبرن، پرونده سازی میکنن، برای اینکه این مافیایی که میاد اینجا تر انتقال آب پیش میبره، پولهای کلان میگیره، به خاطر نمیخواد قبول کنه و نمیخواد این اطلاعات به دست مردم برسه. بی جهت نبود که یک مرتبه 16 تا فعال محیط زیست در پرواز تهران یاسوج به کوه کوبیدند. یعنی همه مشخصه که این پرواز پروازی بود که وقتی اینا اومدن توضیح بدن دلایل خودشون که چرا این دستگیر شده های محیط زیست جاسوس نیستن و فعالیت اینا فعالیت محیط زیست بوده، زیستی بوده، در موقع برگشت هواپیما اینا رو با اطلاعات قدلتی که به هواپیما دادن، هواپیما رو زدن به کوه و عملا جان 16 تا از فعالان رو گرفتن، ضمن اینکه خب بخش زیادی از این فعالان رو دارن دستگیر میکنن. تنها در زمینه آب نیست که این وضعیت، یعنی ما اون وضعیت محیط زیست در مورد آب نیست، در مورد جنگل ها هم همینطوریه. مثلا شما حساب کنید که در یک بار در چند سال گذشته در اطراف شهر آمول 22 هزار هکتار از بهترین زمین های جنگل های هیرکانی نابود شد. جنگل هایی که بعضی از اینا اونجا درخت های
دارهای سرخدارهای اونجا بودن که 100 سال قدمت داشتن. یعنی این نمونه ها را که نگاه میکنی، مجموعه نمونه ها باعث شده که رتبه محیط زیست ایران به افت شدید دچار بشه و الان ایران در 114 رتبه قرار داره در حفظ محیط زیست و اولین مصرف کننده آب در خاورمیانه هستش. یعنی این سیستمی که داره یک عده‌ای ازش سود میبرند، یعنی چه مافیای آب از یک طرف، چه اون مافیایی که میاد سدسازی ها را مطرح میکنه، چه اون جریاناتی که میان به خاطر چوب جنگل ها را نابود میکنن یا برای برج ساختن برج در دل جنگل ها، در دامنه کوه ها، حتی در باغ های بزرگ و باغ هایی که تنفسگاه شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و کلان شهرها هستن اجازه ساخت و ساز میگیرن. این مافیا هستش که محیط زیست را به شکل کاملا سازمان یافته ای داره نابود میکنه. حالا از این قضیه مسئله خود به هم زدن سیستم آبی که بین مثلا نحوه استفاده از آبی هست که مردم اصفهان باید بکنن یا مردم یزد باید بکنن، میبینیم این سیستم رو هم به هم زدن و باعث اعتراضات شدن. مجموعه اعتراضاتی هم که مثلا ما تو سال 96 دیدیم و دیما به این بر، خب بخش زیادش تو حوزه هایی بود که مسئله محیط زیست در اونجا نقش برجسته تری داشت و خود این مسئله نشون میده که محیط توجه به محیط زیست و حفظ اقلیم در نگاه مردم خیلی برجسته شده. فعالان محیط زیست تونستن این مسئله را به یک موضوع خیلی جدی تبدیل کنن و وقتی این موضوع جدی تبدیل میشه، اون موقع نگرانی امنیتی صورت میگیره. خب وضعیت دفاع از محیط زیست فقط مسئله ایران نیست، ما میبینیم در جهان هم این حادثه رو اتفاق میفته. یعنی از این طریق هستش که ما وظیفه داریم که از فعالان محیط زیست، از حق اونا برای تحقیق، حق اونا برای آزادی و حق اونا برای آزادی بیان و اطلاعاتشون دفاع کنیم. میبینیم ما در نمونه‌ای داریم، در خبرهایی که در آلمان پخش شده بود این بود که مردم ایالت باواریای آلمان در اعتراض به کمکاری دولت محلی برای حفظ حشرات مثل زنبور، مثلا چی میگن حشرات مختلفی که در جنگل ها هستن، تو این رابطه به پروانه ها، یعنی استفاده بسیار زیادی که از سمپاشی ها صورت میگیره برای نابود، برای حفظ مدارم سلامت تولیدات کشاورزی بخش از کشاورزان، باعث شده بسیار حشرات نابود شن. چیزی در حدود 2 میلیون نفر تومارو را امضا کردن، از دولت محلی خواستن که رفراندوم انجام بده در اونجا و قانون را عوض کنه به نفع حفظ حشرات. چرا؟ برای اینکه